عادل الجبیر وزیر مشاور در امور خارجه عربستان سعودی میگوید جمهوری اسلامی ایران خود بزرگترین حامی تروریسم است و نمیتواند دیگران را به حمایت از تروریسم متهم کند. در همین حال عربستان قرارداد 20 میلیارد دلار سرمایه گذاری در پاکستان را نیز امضا کرده است. هوشمند میرفخرایی و جزئیات بیشتر. عادل الجبیر وزیر مشاور در امور خارجی عربستان سعودی، یکی از همراهان محمد ابن سلمان ولیعهد آن کشور، در بازدید از پاکستان است. در بمب‌گذاری انتحاری چهارشنبه هفته گذشته در استان سیستان و بلوچستان، اتوبوس سپاه پاسداران هدف قرار گرفت و 27 پاسدار کشته شدند. مقام‌های ایران می‌گویند تحریزی این اقدام در پاکستان انجام شده، اما در ابتدا عربستان سعودی و امارات را به دست داشتن در آن متهم کرده بودند. شگفت‌آور است که وزیر خارجه کشوری که دنیا آن را بزرگترین حامی تروریسم می‌شناسد، دیگران را برای مشکلات داخلی خود متهم می‌کند. ایران عبور و مرور تروریست‌ها از خاک خود را تسهیل کرده و آخرین کشوری در دنیا است که می‌تواند دیگران را به حمایت از تروریسم متهم کند. عربستان سعودی خود قربانی تروریسم بوده و در مقابله با این پدیده و حامیان مالی آن با هوشیاری کامل عمل کرده است. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی روز دوشنبه به همراه عمران خان نخست وزیر پاکستان با عارف علی رئیس جمهوری آن کشور دیدار کرد. روز یکشنبه مقام‌های عربستان سعودی و همتایان پاکستانیشان تفاهم‌نامه‌ای به ارزش میلیاردها دلار به امضا رساندند. ما معتقدیم که پاکستان آینده بسیار خوبی دارد و پادشاهی سعودی می‌خواهد در آن شریک باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌هایی که بر اساس تفاهم‌نامه امروز انجام خواهد شد نزدیک به 20 میلیارد دلار است. ولیعهد عربستان سعودی در سفر آسیایی خود از پکن نیز بازدید می کند و عمران خان نخست وزیر پاکستان از سرمایه گذاری ریاض در پروژه های عمرانی کشورش از جمله در کوریدور اقتصادی پاکستان چین نیز استقبال کرد. هوشمند میرفخرایی، صدای آمریکا.